همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که توش من کمی مست و یخت چت میشینم با خودم پشت این میکروفون حرف میزنم براتون. بعضی وقتا مهمون دارم و با اونا یه سری موضوعات رو در میون میذاریم، بعضی وقتا هم وایس های مردم رو گوش میدم و با اونا در رو دل میکنم. اگه دوست دارین برام وایس بذارین میتونید به telegram.me/IamNotRam IamNotRaam مسیج بفرستین. و اگه دوست داشتین کارامو دنبال کنید میتونید توی سوشل میدیا با هندل @KingRam KingRaam. و اگه میخواستین بیشتر در مورد این پادکست بدونید، توصیه میکنم که از اپیزود 1 شروع کنید، به خاطر اینکه یه سیر عجیب و غریبی داشته این پادکست که الان به اپیزود 30 رسیدیم. اصلا قرار نبود اپیزود 30 باشه راستش، و همین که هست به خاطر شما هاست و دمتون گرم واقعا که تا اینجا همراه هم بودین. و اگه دوست داشتین کمکی بکنید، دونیشنی بدین برای پروژه‌ام، چون من تنها راه درآمدم فعلا همین دونیشن هاست تا دوباره بتونم کنسرت بدم، میتونید gofundme.com/kingram برید که ما 25% قضیه رو رسیدیم، ولی هنوز یه مقدار آنچنانی مونده که به آخر داستان برسیم، ولی امیدوارم که برسیم. اگه شانس بیارم یه کسی باشه که بتونه اصلا بقیهش رو فاند کنه، معمولا خب بهترین شرایط و بهترین حاله، اونجوری دیگه خیالم راحت میشه. همیشه این چیزا سخت‌تر از اونی که آدم فکر میکنه. در هر صورت واقعا دمتون گرم. میگم از راه ونمو هم @KingRam یا بیتکوین هم میتونید برام بفرستین اگه دوست داشتین حمایت کنید و کمک کنید. ولی بازم گفتم 200 بارم میگم، از بچه های ایران هیچ توقعی ندارم و یه قرونم نگیرم آخرش هم تموم میکنم همه این پروژه هامو. امروز گفتم به مناسبت اپیزود 30 بیام خودم بشنم تنهایی ذره فکر بزنم. چند وقت بود که تنهایی اپیزود نداده بودم و دیدم چقدر لازم دارم که بیام تنها حرف بزنم بعضی وقتا. بذار ولی قلوب بربن بزنم. تو دنیا چه خبره امروز؟ واقعا کف کردم و همش از خودم این سوالو میکنم که این همیشه انقدر بد بوده. یعنی این سوال کلیشه احمقانه ای که شاید خیلی آمونم پرسیدیم و جوابش هم خیلی ساده و واضح باشه، ولی دنیای قبل از اینترنت واقعا هممون توی حبابای خودمون بودیم و خب رسانه هم تا حدودی اخبار سری جای دنیا رو پخش میکردن، ولی معمولا اونا هم هدلاین های خیلی اصلی تری بود و اتفاقای خیلی بزرگتر. البته همیشه یه اخبارای لوکل و کوچولوتری هم بودن که اتفاقات کوچیک اون دوروبر رو با آدم میرسوندن، ولی احساس میکنم که اون موقع ها که کمتر میدونستیم توی
اون حباب اگنورنسمون و نادانیمون یه ذره خوشحالتر بودیم شاید. من نمیدونم که اصلا دیزاین ما آدم ها چه از لحاظ بیولوژیک چه از لحاظ جامعه شناسی و فرهنگی چقدر تحمل این همه سیگنال داره، همزمان این همه استیمولیشن داره همین جوری به سمت ما مثل بمباران میاد، اخبار بعد پشت اخبار بعد، اتفاقای عجب و غریب، سختی های اقتصادی، نمیدونم سوء استفاده طبقه بالاتر جامعه و غیره و غیره، دولت های فاسد و مردم بیگناه و بدبختی که هی قربانی قدرت طلبی اونا میشن. الانم نیومدم که فاز چیز بگیرم و یه ها که فاز سیاسی که آقا این کار رو بکنیم یا اون کار رو بکنیم، نه با من که واقعا خودم نمیدونم با چه گاهی خورد، ولی فقط میخواستم یه اشاره بکنم یه چند تا موضوع، بعد در مورد موضوع اصلی حرف بزنم. و خب اول از همه این داستان تلخ رومینا اشرفی و اصلا انقدر وحشتناک و تلخ این داستان از همه ابعاد، اون مرد 35 ساله پدوفیلی که اینو برداشته و با هم فرار کردن و بعد اون بابای روانی و بعد اون اصلا اون کاری که کرد با دختر خودش. و من اصلا تعجب میکنم که چجوری یه آدم میتونه با دختر خودش همچین کاری بکنه. یادتون باشه چند تا اپیزود قبل با دریا صحبت میکردم و من متوجه نشدم معنی قتل ناموسی یعنی چی، و الان کاملا متوجه شدم و چقدر وحشتناکه. و این چرا این اتفاق باید بیفته؟ این مشکلش مشکل چیه؟ مشکل فرهنگیه؟ مشکل سنت مذهب آموزش و پرورش خانواده است؟ میدونی؟ و در نهایت اصلا هیچ عدالتی خواهد بود واقعا برای رومینا؟ و چند تا با رومینا باشه تو ما بفهمیم که این خشونت بر علیه زنان تو کشورمون باید تموم بشه، باید از خودمون شروع کنیم، هممون، از دوروریای خودمون، از خانواده هامون، از اطرافیانمون. اگر هیچ جا دیدیم که هیچ علائمی هستش که یک ذره داره به اون سمت میره، خیلی محترمانه، خیلی آگاهانه سعی کنیم اینا رو اصلاح کنیم. من نمیدونم راه حلش چیه، ولی نمیشه انکار کرد که خشونتی که بر علیه زنان هست تو کشورمون اصلا یه طرز عجیب و غریبیه. میدونم یه سری آدم هم هستن سری میان یه مثال تو آمریکا میزنن که آقا ببین آمریکا چه اتفاقی میفته. خب اونجا هم بده، اونجا هم نباید اتفاق بیفته این داستان، اصلا به مرز و اینا ربطی نداره. هر جا که این اتفاق بیفته واقعا باید محکوم بکنیم. ولی این روزا خیلی حالم گرفته است. یعنی اخباری که آدم روشن میکنه چه تو ایران چه تو آمریکا، همین این بنده خدایی که این سیاه‌پوستی که پلیس گردن زانو رو گردنش گذاشته بود و تو روز روشن کشتنش، آدم بیگناه بدبخت و جلوی دوربین و جلوی میلیون ها نفر آدم. و الان که میبینید دیگه چه تظاهراتی شده و چه کثافتکاری شده توی آمریکا. چون واقعا خسته شدن. وقتی میگن Black Lives Matter منظورشون همینه. وقتی که زانو میزنن وسط سرود ملی برای همینه. این
این نابرابری‌ها همه جای دنیا هستن. همه ما هم که اینجا زندگی کردیم این ورای دنیا هم این تبعیض رو کاملا درک کردیم. و اصلا من نمیدونم چه سمتی داره میره دنیا. هی همه میگن ما داریم تو بهترین دوران دنیا زندگی میکنیم. آره شاید مثلا خشونت‌های و جنگ‌های بزرگ خیلی کمتر شده باشه، ولی خشونت‌های شخصی نمیدونم، آمار که ندارم، ولی آدم متاسفانه حتی رسانه هم هستش که دیگه این رسانه هم انقدر اینا رو بیشتر جلوی چشم آورده این واقعیت‌ها رو، تازه داریم متوجه میشیم که چه فاجعه‌ایه. و بیشتر آدمایی هم که در از اینا رو به چشم ما میارن رسانه‌های اصلی و گنده که نیستن، اونا هیچ وقت این چیزا رو دوست ندارن نشون بدن، آدمای عادی هم با دوربینشون. فکر کنم پیتر گابریل بود که میخواست یه پروژه را بندازه خیلی سال پیش که اینا یه سری دوربین روی بدنهای سربازا وصل کنن که جنگ رو لایف استریم کنه نشون بده. میگفت این بهترین علاجه برای اینکه جنگ تمام بشه تو دنیا، که همه از جلو ببینن خشونت، وحشت و تاریکی جنگ و کشتن یه انسان دیگر رو. ولی تو رسانه ها اینطور نشون داده نمیشه. باز مثلا خوبه توی آمریکا تا حدودی یه فری پرس هست و آدم ها میتونن اینجا انتقاد کنن، میتونن فیلم بگیرن، اخبار خودشون پست کنن، بذارن بدون ترس از اینکه عواقبی براشون باشه. البته برای بعضی هم هستش، ولی تو جایی مثل ایران با جون و دل و تانک و مسلسل و همه چی از اون صدا و سیما و نیروهای پروپاگانداشون دفاع میکنن اینا. برای چی همه چیز رو سانسور میکنن و بلاک میکنن؟ چون میدونن که روزی که اطلاعات آزاد بشه نابود میشن. اگه اطلاعات آزاد وجود داشت اصلا خیلی از این اتفاقی وحشتناک نمیافتاد. و نیاز دارن که برای اینکه مردم رو سرکوب کنن کاملا کنترل کنن همه رسانه ها رو، چه تلویزیون، چه رادیو، چه اینترنت، همه چیز. البته این بدیهی که همه میدونن اینو، یعنی لازمی است که اصلا من بگم چیزی در این مورد. ولی الان میدونم همین خیلی کلیشه است این حرف، ولی واقعا خیلی وقتا تنها اسلحه ما دوربین ماست. چه اون مرده سیاه‌پوسته که توی پارک سنترال پارک اون از اون زن نجات پرسته فیلم گرفت، چون اگه فیلم نمیگرفت شد برای اونم اتفاق خیلی وحشتناکی میافتاد. اگه اونجوری که اون داشت به پلیس زنگ می‌زد میگفت این مرده داره منو تهدید میکنه و الان منو سگمو میخواد فلان کنه، نیاز همه اتفاق وحشتناکی که برای زنایی که توی ایران میفته همین فیلماشون رو میفرستن به مسیح علی نجات. منم خیلی بی‌طرف هم در مورد مسیح در زمین، من نه 100% طرفدارشم نه ضدشم، ولی یه کاری داره میکنه که بالاخره نمیشه انکار کرد، یه موومنت بالاخره بزرگی هستش. و به نظر من واقعا مثلا بگم برای منم خیلی وقت شد، همین دیشب یه خانمی برای من ویدیو فرستاد که یه مردی تو خیابون زد و بغل تو خیابون و شکر جلوش خود ارضایی کردن، اینا شکر ازش فیلم گرفتن، یارو سری فرار کرد. تناسلاش همین بود که این آدمو شیم کنه که بترسه و بره. نمیخوام در مورد چیزای ناراحت و سخت و اینام حرف بزنم، خیلی این بحث ها پیچیده است، ولی خب هستش تو فکرمون، نمیتونیم اینا رو انکار کنیم. من فکر میکنم خیلی وقتا خیلی از مشکلاتمون از این میاد که انکار میکنیم. من خیلی سعی کردم در مورد داستان خودم و پدرم وقتی که حرف میزنم توی رسانه ها یا توی همین پرفورمنس تئاتر یه نفریم که زندگی بابا رو تعریف میکنم، واقعا سعی میکنم به طرز بی‌طرفانه ترین و واقعی ترین حالت ممکن این داستان رو بگم که بقیه فقط بتونن خودشون رو بذارن جای من و برای خودشون قضاوت کنن. و اینو چندین بار جای دیگه هم گفتم که مثلا
من تو هزار سال خوابشو نمیدیدم برای خانواده ما همچین اتفاقی بیفته. و بعد تازه وقتی که رفتیم تو داستان این دم و دستگاه و سپاه و این چیزا بعد از فوت پدرم و دیدم چقدر وحشتناکه، تازه فهمیدم با چه هیولایی طرفیم و متوجه شدم که چقدر همه ماها اصلا اینو انکار میکنیم که اصلا همچین آدمایی هن که دارن مملکت رو میچرخونن و قدرت دستشونه. طبیعتا خب مثل نمودار ون بعضی وقتا یه سری از شهروندان خب منافعشون با اونا یکی میشه، چه میدونم دفاع از مرز و استیبل کردن اقتصاد و فلان و از لحاظ جیوپولیتیک توی منطقه امنیت ایجاد کردن، اینا رو درک میکنم، ولی به چه قیمتی؟ میدونید این روزا همش یاد این میافتم و میگم که کاش که من میتونستم بلندتر حرف بدارم از اونی که میتونستم موقعی که ایران بودم، ولی توقعیم ندارم از کسی. اما من نه تشویق میخوام بکنم کسی رو با خشونت یا یک کار احمقانه یا تظاهرات، دارم فقط با شما بلند بلند فکر میکنم. و واقعیت تلخش میدونید چیه؟ من فکر میکنم احتمال شد غلط باشه این فکرم، ولی من حدس من اینه که یه عوامل راستی یا سپاهی تو انتخابات بعدی ایران خواهد اومد بالا، حالا به هر شکلی انتخابات که چه عرض کنم، ولی این ورم که به احتمال زیاد ترامپ میشه دوباره، مگر اینکه واقعا یه معجزه‌ای بشه دیگه، وضعیت انقدر وحشتناک بشه که مردم بهش رای ندن. ولی در حال حاضر احتمالی که اون پیروز بشه خیلی بیشتره تا بایدن. بایدن که اصلا خیلی پرته. ولی من حدس من اینه که حتی اگه ترامپ بشه و حتی این سپاهیان بیان روی کار، 100% با ترامپ یه معامله خواهند کرد برای بقای خودشون. و از اونم ترامپ عاشق اینه که توی رسانه‌ها خودش رو به عنوان قهرمان نشون بده و حتی من پیش بینی می‌کنم، اینم شاید بهم بخندین، فکر عمرن اتفاق نمی‌افته، من حتی پیش بینی می‌کنم که ترامپ بره خود شخص خامنه‌ای هم ببینه، چون از این فوتو اپورتونتی ها اون عاشق اینه که مثلا بگه من اولین نفری بودم که همچین کاری کردم یا فلان. ولی کلن همه این چیزا که داشتم بهش فکر میکردم، هی آخرش برمیگشتم به فارم خودم و جیسن فکر میکردم. حالا شاید خیلی خودخواهانه باشه این حرکت، چون از اون ور یه نوع فراریه شاید این فارمه، این تخیلی که دارم، اون جایی که میخوام بسازم که یه کامیونیتی باشه که همه با هم حال میکنیم و برابریم و با عشق و با یه انرژی خوب به اونجا میرسیم. خیلی هم سعی کردن از این پروژه ها انجام بدن، دوام با که دوستان داشتم چند روز پیش حرف زدم که از این هیپی هایی که تو کلی از این فارما اینجوری زندگی کرده و میگفت متاسفانه همیشه یه داینامیک قدرت باعث میشد که همه چی به گا بره، همیشه یه کسی یا قدرت طلبی میکرد یا سعی میکرد بقیه رو سرکوب کنه یا قوانینش اونجا چیز میشد و خیلی سخته. من همین الان توی این میگم این کامیونیتی دیجیتال خودمون خیلی سعی کردم یه فضای سالم و قابل اعتمادی ایجاد کنم برای همه که احساس راحتی بکنن و بیان با هم درد و دل بکنن و حرف بزنن. ببخشید. و بتونن خودشون باشن، مهمتر از همه چیز. و تا الان واقعا میتونم با خیال راحت بگم که 99.9% مثبت بوده، ولی خب هرچی بزرگتر میشه پیچیده تر میشه و چیزی که تایی زنم همش فکرشو میکنم، میگم خب اگه قرار بود این همه آدم مثلا روی فارم زندگی کنیم که خب شدنی نیست، مثلا تهیه غذا و امکانات و تجهیزات و فلان، اینا یه اپریشن خیلی گنده میاد دیگه، که اینا همون بحثای قدیمیه که با جیسن هم کرده بودیم در مورد لوایتن و هابز و لاک و روسو و فلان و این چیزا.
ولی فکر میکنم شاید اگه گروهک های کوچولو کوچولو اینجوری بتونن تشکیل بگیرن شاید بتونن کنار هم زندگی کنن. نمیدونم. فعلا دارم فقط رویا پردازی میکنم و تنها چیزی که بهم آرامش میده فکر اون فارمه است. فکر میکنم هممون این یه احساسی میکنیم که یه جایی میخواییم که فقط بریم که خودمون باشیم، راحت باشیم و نگران خیلی چیزای احمقانه و سطحی نباشیم دیگه. میدونم خیلی ایدالیستی که این حرفایی که میزنم و خیلی شاید احمقانه و کودکانه به نظر بعضی ها بیاد، ولی من به همین امید واقعا زندم. چون چیزی که همش دارم بهش فکر میکنم همون بحث خیلی مهمی که داشتم با جیسن میکردم و هر روز با هم میکنیم که آقا تو کجا میخوای بمیری و چه جوری میخوای بمیری. این تصورت از زندگی خودت در از آمادگی برای اون لحظه مرگ دیگه و اونجا کجا میخواد باشه، دور و بر خودت چی داره میبینی، تو اون تصویرش چیه. که به قول جیسن دوری آتشی نشستیم و صدای زوزه گرگا میاد و داریم آخرین نفسمون هم میکشیم و واقعا تصویر زیبایی بود و خیلی منو بیشتر به فکر برد. وقتی که غرق روزمرگی میشیم و روتین و این رت ریسی که فقط آقا پولامو در بیارم و دتو بدم و مورگیج در بیاریم و بدهیامو بدم و فلان بشه، این که نشد زندگی. از اون برم احساس میکنم اگه خب زیادی خودم رو غرق کنم توی هیدنزم و پلژر و خوشحال، چی میگم پلژر، خوشبختی و چی میگم لذت بردن و اینا، صبح دوچه اگه فقط فکر این باشم که حد اکثر لذت رو بهش برسم، فقط ارضا بشم صبح تو شب، خب اونم بیمعنی میشه. برای همینه مثلا فکر این فارم چیزی که هیجان میده اینه که تو یه جایی داری کلنگ میزنی، کار میکنی، سر زمین هستی، نتیجه زحمتت هم میبینی و با اینکه یه روتین هم اونجا میشه، روتینت یه جوابی ازش میگیری که میتونی لمس کنی و من آدمی هم که نیاز دارم لمس کنم اون چی میگن ثمره زحمتمو. امیدوارم این درست گفتم این کلمه، قلم سلام فارسی میندازم همیشه تای ذهنم دارم میگم آخ چی گفتی الان، بذار قلم دیگه بخورم. واقعا زندگی کردن میدونی یعنی چی؟ صبح تا شب توی گوشه، توی اتاق، توی آفیس، توی هر جا هی بشینی و بکوبی که آخرش چی؟ من که باور ندارم به یه آخرتی و که اونور قراره برام نمیدونی 72 تا حوری منتظر باشن و فلان و این چیزا. ما همینجا میخوایم با اون حوری همون حال کنیم و توی این پروسه دوست دارم که یه اثری از خودم بذارم در حین این که اون من فکر کنم فرقم فقط با جیسن توی یه چیزی که هستش اینه که من واقعا دوست دارم که بتونم این عشق یا این انرژی یا این ایده هامو بتونم با همه در اشتراک بذارم و چون با خودم که میگم که میتونی هم فارمتو داشته باشی هم میتونی میکروفونتو داشته باشی، لازم نیست یکی شد فقط داشته باشی. خیلی مهمه که به نظر من واقعا
ابراز احساساتمون رو بکنیم. مهمه که به دنیا، به همه دور و بریامون بگیم که چی تو دلمون میگذره. تنها راه نزدیک تر شدن به هم دیگه است. و این نزدیکی باعث میشه که بیشتر همدیگر رو دوست داشته باشیم. بیشتر از هم بخوایم تیک کیر کنیم. بیشتر بخوایم به همدیگه برسیم و پناهی برای همدیگه باشیم. یه لحظه دیدم دارم چقدر کوشر میگم، فاز انگار اوشویی گرفتم. آقا حرفای منو گوش نکنید، واقعا دارم همینجوری چرت و پرت میگم. ماسک کردم اومدم پشت میکروفون. ولی حس خوبیه که میتونم با شماها این صحبت ها رو بکنم و در میون بذارم و بلند بلند فکر کنم. خیلی وقتا انقدر حرف هستش که میخوام بیام بزنم، بعد بعضی وقتا خودم میگم آقا به تو چه، اصلا چرا اصلا میخوای در مورد این حرف بزنی؟ بعضی وقتا دیگه با خودم میجنگم، میگم نه خیلی مهمه، حتما در مورد این موضوع حرف بزن، یعنی شاید یه تاثیر مثبتی تو زندگی یکی بذاره. بعد دوباره به خودم میگم بابا تو چی کاره ای کردی؟ تو مگه مسئولیت داری تو که بخوای همچین کاری بکنی؟ بعد به خودم دوباره یه جور قانون میکنم، میگم نه رام، ببین تو داری واقعا تاثیر مثبتی میذاری، یا مثلا این همه آدم احساس تنهایی میکردن، حالا با همدیگه وصلشون کردی و الان یه ذره خوشحالتر شدن. من خلاصه هر روز با خودم این جدالو دارم و همه فکر میکنم داریم، همه یه ذره بایپول داریم، همه یه ذره دیوونه ایم. میخواستم بیام یه اپیزود خیلی فان و باحال و ریلکس اپ کنم و بگم با اتون رو بخندم و تو خاطره کسچر خنددار تعریف کنم. بعدی من این کار دارم میکنم، دارم بهتون دروغ میگم. بعدی دارم ادا درمیارم چون میدونم یه سری شنوندان دوست دارن مثلا این چیزها رو بشنون و سعی میکنم که مثلا همه خوشحال بشن و بگم وای چه خاطره فلانی. من نمیتونم، الان تو وجودم نیستش، چون واقعا حالم گرفته است. واقعا ناراحتم وقتی این تصویر رو میبینم، وقتی این خبرها رو میخونم. از اون برم تو زندگی شخصی خود و خانوادگی خودم انقدر مشکل و obstacle جلو رامونه که بعضی وقت تو میگم بابا یه جا بذار یه نفس بکشیم. نمیذارم اذیتم کنه زیاد، چون میگم اگه بیش از حدی اذیتم بکنه واقعا دیوونه میشم. یه جمله معروفی هست که کتابی که برادرم بهم داد که نویسنده توش میگفت The obstacle is the way، یعنی راه درست مانع خود راهه. نمیدونم درست ترجمه کردم یا نه. The obstacle is the way، مانع خود راهه و هر جایی که یه مانعی هستش اونجاست که باید بیشتر رو خودت کار کنی و بدونی که راهت هم که داری میری راه درستیه. اون یه امتحانی که باید ازش بگذری. مثل قضیه که نمیدونم این بودیستا اینا که میگن lean into fear، به ترس تکیه بده. من در مورد مثلا psychedelic trip هم اینو مثلا همیشه نصیحت میکنم به همه. اونجایی که یهو وحشت میگیرتت و اصلا نمیدونی با خودت چی کار کنی، اتفاقا خودتو رها کن تو اون ترس، خودتو ول کن توش. با اینکه یه ذره استراب داره اولش، یه ذره وحشتناکه، ولی کم کم قبولش کن و بهش توجه بکن و بگو من کاملا درکت میکنم و متوجهت هستم که اینجا هستی و انکارت نمیکنم. و خودش کم کم سیچویشن بهتر میشه، ذره ریلکس تر میشه همه چی. البته نمیدونم برای همه کار بکنه یا نه، ولی برای من خیلی کار میکنه. و از خودم مثلا سوال میکنم بعضی وقتا که و از منم خودم رو گول میزنم، میگم تضاد موجودای عجیب غریبی هستیم دیگه. میگم هر گویی که میزنم سر خودم بعد مثلا جاستفایش میکنم،
نه تو باید این گوهو میذاری تو آدم میشدی. بعد بخوام دوباره فکر میکنم نه آشغال اصلا هیچ نیازی نبود این گوهو بزنی، کاملا میتونستی جلوشو بگیری. و این لوپ ادامه داره دیگه و بعضی وقتا شدتش خیلی زیاد و به همه میریزه، بعضی وقتا هم چه میدونم مغزم توی جای خیلی زنتر و راحت تریه و تحت تاثیر چیزای منفی یا محیط قرار نمیگیره و میتونم با یه دید خیلی درستی به همه چیز نگاه کنم. ولی خود اونم میدونی همش مثل یه دراگ دیگه. وقتی آدم اون آرامش رو بعضی وقتا لمس میکنه توی زندگیش، اون حس اکوانمیتی و تعادل خیلی حس خوبیه، ولی همیشه داره از لای انگشتات مثل شن داره فرار میکنه و هی دست میکنی دوباره لای شن، هی برش میدهی دوباره، سعی میکنی بگی نه میخوام این حس رو دوباره. مقدار پیامایی که گرفتم از مردم و اتفاقای وحشتناکی که براشون افتاده اصلا انقدر همه چیز برای من توی پرسپکتیو میاره، خیلی واقعا عجیبه. یعنی این حسی که همه با این احساس راحتی رو میکنن که میتونن اینجوری درد و دل کنن و سختترین و تلخترین و تاریکترین چیزاشو با هم در میون بذارن، حتی چیزهای خیلی فان و باحال و کسخلی و شادشون هم میذارن. یعنی فکر نکنید فقط چیزهای دارک و تلخ و ایناست، ولی چیزهای واقعی در هر صورت، چه خوب باشه چه بد. و این یه خیلی حس خوبیه که آدم ها این اعتماد رو میکنن به هم و امیدوارم که میدونیم این اعتمادشون رو نشکنم. باید اینکه اعتماد دوستامو قبلا شکوندم توی زندگیم و خیلی اذیتم کرده و تا امروزم اذیتم میکنه و خیلی وقتا دوست دارم که توضیح بدم که آقا من ریدم و ولی میدونم فرقی نمیکنه، هر چی بگم هر کاری بکنم سر هر چقدر چیز احمقانه یا جدی باشه اون اختلاف، نمیتونم از دل اون آدم در بیارم و دیگه باید قبول کنم که اون آدم دیگه اون حسو داره به من و کارش نیست که من بتونم بکنم که عوض بشه. ولی هر روز صبح پا میشم و با یه انگیزه جدیدی سعی میکنم که یه ذره خودمو بهتر بکنم، حال دو نفرم خوب کنم و یه جوری زندگی کنم که شب دوباره سرم میزنم روی بالش بگم آخش. Today was a good day to die. خیلی این جرنی این پادکست جالب بوده تا اینجاش و امیدوارم همینجوری ادامه پیدا بکنه و همیشه یه حرف و یه در و دلی داشته باشم که بتونم بیام با شماها در میون بذارم، چون هر دفعه میام اینجا خودم رو خالی میکنم خیلی احساس سبک‌تری میکنم. و به شما هم توصیه میکنم بکنید این کارو، خودتون رو خالی کنید، خیلی حس خوبیه. اتفاقا یاد یه داستانی میفتم و داستان یکی از آهنگای خودمه و اصلا آخر این اپیزود همین آهنگ هم میذارم. اسم آهنگ هست بیلی و این داستانش اینجوری بود که رفته بودیم تور و من و علی اسکندریان با هم بودیم و یه شب رسیدیم به شهر دموین تو آیووا. آیووا هم یه جایی توی وسط های آمریکا، یه جایی
سرسبز ولی خیلی دشت و صافی و اصلا خیلی تیپیکال میدوست امریکاه و نه همه آدم ولی خیلی از آدم هایی که اونجا زندگی کنن از این حالت هایی که از ایالت خودشون هم بیرون نیومدن تا حالا، چه برسه که پاسپورت داشته باشن. و ولی خیلی جای زیبایی بود و ما رسیدیم به یه ونیو توی خیابون اصلی شهر که قبل شو بزنیم. اون ور خیابون هم یه دونه بار بود. ما خب همیشه قبل از شو سری باید یه ذره خودمون رو گرم میکردیم دیگه. بعد بعضی وسایل رو ستاپ کردیم، دویدیم اون ور تو بار، از این بارهای خیلی کیوت هیپستری و با کر کثیف ولی کاراکتر دار. اصلا بعد وارد که شدم یه دختر دیدم پشت بار، همونجا عاشق شدم. بعد یه هلمت موتورسیکلت سرش بود و یه نیه بلند قرمز از تو لیوانش تا زیر این ویزور هلمتش که من نمیدیدم، صورتش هم نمیدیدم اصلا، فقط یه دامن خیلی کوتاهی پوشته بود، یه دامن سفید با یه سری گل و مال و اینجور چیزا روش بود. و یه بایی که دوستاش نشسته بود، من و علی هم دیگر نگاه کردیم و سریع رفتیم سمتشون. و اصلا تو این حس و حال که اومده بودیم تو بیابون و فلان و کجا و تو براهود، یه توی بار همچین دختر میستریسی پشتش نشسته اونجا، داشتم دیوونه میشدم. اصلا نمیدونستم خوشگل یا نه یا اصلا قیافش چجوری، و اصلا مطمئن بودم که عاشقشم تمومه. بعد تو این رطوبت گرمای شهرجی تابستونی قشنگ این رطوبت روی پاش برق میزد، قشنگ اصلا انقدر زیبا بود صحنه، هیچ وقت یادم نمیره. خلاص ما علی رفتیم جلو سری، یه ذره اومدیم از خودمون تعریف کنیم، یه جوری حرف بزنیم باشون و چه میدونم یه دیالوگی باز کنیم که بتونیم باشون یه ذره لاس بزنیم. و دختر هلمتشو که در آورد، آن روش هم یه امضام بود، حالا بعدن توضیح میدم چی بود. این مثل این فیلم های هندی قشنگ، اینو انگار سلو موشن از سرش که اینو در آورد، این هلمت موتورسیکلتشو، موهاشو اینجوری که تکون داد توی هوا، قشنگ من داشتم آب میشدم اصلا، انقدر زیبا بود و اصلا یعنی انقدر پرفکت بود همه چیش و اون صحنه. خیلی برشم گفت آره میدونم شو دارین، در الان میبینم اتون. و رفتم بیرون از بار، من و علی هم نگاه کردیم شیت وای بعد از شو حتما بریم پیداشون کنیم. شروع کردیم ما مست شدن و رفتیم، ما کنسرت دادیم و خیلی هم باحال بود. بعد شو دختر اصلا خودش اومد دست منو گرفت، من و علی و با دوستش رو انداخت تو ماشینش و گاز دادیم رفتیم، اصلا وای نستادیم. حالا ما مست و چت داریم میخوریم و میکشیم و عربده میکشیم تو ماشین، موزیک تو ته بلند و قشنگ از این صحنه های این موزیک ویدیوهای 90 استوری بود. و از این فش ها که خریدیم از یه پمپ بنزین، چون تو ماشین رو روشن کردن و اصلا شانس بودیم ماشین آتیش نگرفت. همینجوری داشتیم جیغ می‌زدیم عربده می‌کشیم، این دختری یهو برگشت گفتش که بریم شنا کنیم، هوا خیلی گرمه. ما راست میگم داریم خیلی هم گرم داشتیم، یعنی سکته می‌کردیم، خیس خالی بودیم از عرق. گفتم ایول بریم. خلاص ما رو برد توی جایی، تو اینجایی که هومه‌های از این خونه‌های سابربن شهر قسمتی که اونا بودن. گفتم ایول تو اینجا زندگی می‌کنی؟ باید جا پارک کرد و رفتیم جلوتر. گفت نه واسه نمیدونم اینجا کجاست، فقط این دیواره بپریم پایین میتونیم بریم اون تو استخره، اون ور دیواره استخر بود تو خونه یکی. خلاص ما دیوارو فکر کنم پریدیم 3-4 صبح پریدیم رفتیم کونلوخ، شدیم تو استخر یه آدم بدبخت بیچاره که خوابه تو خونهش. شو کم شنو کردن، چه کیفی هم داد، یعنی عشق کردیم، مثلا اینکه از بهترین خاطرهای زندگی من. خلاص داشتیم اونجا برای خودمون کلی کیف میکردیم که یهو چراغ روشن شد و از دورم صدای پلیس شنیدیم و ده فرار. کونلوخ لباسامون دستمون، شکم دویدن و پریدیم تو ماشین و ادامه راه.
دختر علی و اونی که دختره رو پیاده کرد، فکر کنم دم هتل اگه اشتباه نکنم. من و یکی برگشتیم خونش. بعد از این حالتایی بود که تو راه پله همدیگه رو داشتیم میکشتیم و لباسای همدیگه رو میکندیم تا خونه، و اصلا صحنه دیگه همین چیزی که همیشه مثلا آرزوشو داری که love at first sight، یکی رو بغل میکنی و میکوبی به دیوار رو باهاش میک اوت میکنی و فلان، و اصلا خیلی حس خوبی بود. و همینجوری که وارد خونه شدیم و دیگه تقریبا داشتیم لخ میشدیم و همینجوری که داشتیم حرف میزدیم و میک اوت میکردیم و فلان، توی اون هیت مومنت یهو یه صدایی اومد از تو اتاق و این رفتش، گفت آخ ببخشید من دارم رفتش، و دیدم با یکی داره آروم پچ پچ حرف میزن و بعد شروع کرد یه لالایی خوندن. یعنی شنیدم داره لالایی میخونه برای یکی. بعد یه ذره اون تو بود و بعدش که اومد بیرون گفتش که ببخشید بچم بیدار شده بود. بعد منو بگو شت، باباشم اونجاست. ریده بودم تو خودم فکرم مثلا بابا هم خونه است، یا مثلا فریک اوت کردم که مثلا چیه داستان. گفتم مام بزرگم پیشش و مثلا اوکی و فقط مثلا بیدار شده بود. و بعد دور منو بغل کرد مثلا ادامه بدیم، من یه ذره چیز بودم که کنجکاو بودم، خب داستان چیه، خب چرا اگه الان وقت خوبی نیست و ریلکس نیست و اینا. گفت نه تو رو خدا اصلا اوکی، همه چی بی خیال و اینا. ولی راستش مثلا خیلی سخت بوده برام با یکی دیگه کانکت کردن این چند وقته. رفتی بطری شراب و ورداشت و سیگار و ورداشت و رفتیم نشستیم توی ایوان، شکرم درد و دل کردن و شکرم برام زندگی رو تعریف کردن. یعنی از نه اتفاقی که قرار بود مثلا خفن ترین سیکس زندگیم بشه، تبدیل شد به یکی از زیباترین دیالوگا و ارتباط های شخصیم با یه انسان کاملا غریبه. اصلا خیلی عجیب بود. نشستیم اونجا شکرم با هم صحبت کردن و درد و دل کردن و داستان زندگیش رو شکرم برام گفتن و داشت تعریف میکرد که خانوادهش از خانواده ارتشی میاد. یعنی پدر بزرگش رو توی ویتنام از دست داده بود، پدرش هم تو جنگ پرژن گلف یک، سری که جورج بوش یک ریختن، جنگ پرژن گلف، یک جنگ خلیج فارس میگن به فارسی، آره خلاصه هم پدر بزرگش هم پدرش اینجوری دست داده بود. بعد در ادامهش گفتش که شوهر من که میگه با هم مشکل دارندم، در حال طلاق بودن یا چی دیگه گرفته بودن طلاق زارن، اون الان در حال حاضر تو عراقه و کلی، یعنی کلن زندگیش همش یه جوری ربط داشت به جنگ و به ارتش و اینا، و میگو اصلا خسته شدم و اصلا برای من با طلاقم خواستم بگیرم با شوهرم. خود دیگه این دفعه سومشو داره برمیگرده اونجا و خلبانه و هی بهش میگم تو نرو دیگه، من دو نفرت عزیزترین آدم های زندگیم من دست دارم دیگه، نمیخوام تو رو دست بدم، چرا این کارو میکنی؟ و مثلا میگفت که شوهرش میگه باید این کارو بکنم، پول نداریم و باید. هر روز میگفت یه بهانه میگم، یه روز میگفت پول نداریم، یه روز میگفت باید این کار رو کنم که شما زندگیتون بهتر باشه و باید اونجا برم آدم بدا رو بکشم. و خیلی برام جالب، میبینیم با همچین کیسی آدمی تا حالا مواجه نشده بودم از نزدیک، که اینقدر آدم عادی و باحال و کول و پر از عشق، ولی شوهرش هم آدم مطمئنم خیلی، اونم مثل میگفت اونم موزیسین بود و ولی مجبور شد که بره جنگ. و البته خلبانی هم خب سخته، بالاخره اونم باید یه تحصیلات خب چیزی داره، ولی کلا میگفت مجبور بود بره اونجا برای اینکه یه درآمدی داشته باشه. حالا هرچی هر توجیهش هرچی بود، ما همینجوری شراب خوردیم و هی سیگار کشیدیم و این هی درد دل کرد و میگفت نمیخواستم اینو دیگه یه بار یه تجربه کنم این حسو که یکی دیگرم از دست بدم، و برای همین با هم طلاق گرفتیم. و من هی سر میکنم مثلا تو گفت تازه این اتفاق افتاده، من خیلی برام سخته هنوز با کسی احساس نزدیکی بکنم، و تو امشب که اومدی رو موزیک زدین خیلی باحال کردم، خواستم بیای اینجا الان حالا که بچه رو دیدی تو ترسیدی و فکرم. نه بابا من که اوکی هم کاملا، و
اصلا مشکلی نیست و ولی همین که داریم با هم درد دلم میکنیم برای من واقعا من دارم ارضا میشم. یعنی این خیلی حس این نزدیکی واقعا خودش یه زیبایی داره که اصلا همین الان که دارم برای شما تعریف کنم یکی از شیرین ترین خاطرهای زندگیمه و اصلا با هم خیلی خیلی صمیمی شدیم. یعنی تو همون یه شبی که هم دیگرد نه اسمشو یادم نه هیچی ولی تو اون یه شب انقدر با هم صمیمی شدیم و برام خیلی جالبه که چجوری دو غریبه میتونم با هم همچین آتشی و همچین کانکشنی و همچین داستانی و باشم تموم میشه و برام جالب بود دیگه. خلاصه توی تو این داستان این پسره شوهرش اسمش بیلی بود و همش تو راه برگشت به هتلم تو تاکسی که نشسته بودم همش داشتم به اون فکر میکردم که اونم یه موزیسی هم بود مثل من و زندگی خودم رو تو زندگی اون دیدم و چه تصمیمایی باعث شد که اون به اون سمت بره و تصور میکردم که این چجوری چه حسی داره وقتی که تو خلبان و پشت هواپیما این دکمه رو فشار میده و یه سری آدم رندوم رو که جخ نمیبینه رو داره میکشه و خیلی حس عجیب و غریبی بود. خیلی حس وحشتناکیه که آدم به خشونت انقدر دیسنسیتایز میشه و مثل یه دگمه میتونه یه عمری آدم رو همینجوری نابود کنه و تموم کنه. و تصوری که ازش داشتم حالا که طلاقم گرفته زنش هم رفته از زندگیش بیرون و بچهش رو گذاشته رفته مطمئنن این آدم که برمیگرده بیشتر از همم احساس سختی و تنهایی خواهد کرد و مثل خیلی از این وترنای دیگه ای که برمیگردن از جنگ پست تروماتیک استرس دیسوردر میگیرن و معتاد و الکلی و اینا میشن و آخرین آهنگم دارم میگم که بیلی وای یو هایدینگ بیهیند دی گلاس بیلی چرا پشت لیوان مشروب قایم شدی بیلی وای یو رانینگ فرام دی پاست چرا داری از گذشتت فرار میکنی؟ و فکر میکنم مواجه شدن با اون واقعیتی که براشون پیش اومده خیلی سخته برای همینه و اینجا ساپورت سیستم درستی ندارن و برای همینه مثلا واقعا تو ایران خود ما این آدم هایی که همین فازی داشتن من جبهه نرفتم که تو بیا اینجا فلان کنی و یه جوری با توجیه کنن اون کار وحشتناکی که خودشون انجام دادن. خلاصه همش این فکر تو سرم بود و بعد این آهنگ رو به یاد اون نوشتم و خیلی اون هلمتی هم که گفتم اول داستان سرش بود کلا کاسکت میشه فکر کنم داشتم یه سا دنبال کرمش میگشتم تو فارسی اون کلا کاسکت هم روش یه دونه امضای الویس بود که مثل فکرم با بزرگش گرفته بود تو جوانش و به این رسیده بود به یه اشاری هم توی آهنگ بهش میکنم و برام تعریف میکرد موقعی که مثلا خبر مرگ پدرش اومده بود اینا دم در خونه یه پرچم آمریکایی مثلا تا شده میرن دم در خونه تحویل میدن که خبر رو بدن بعدشون صحنه رو برام تعریف میکرد و فکرم وحشتناکترین صحنه ای که مثلا هر کسی بخواد تجربه کنه چون انقدر معنی هستش پشت اون پرچم تا شده کوچولو. ولی هیچ وقت این دختره رو یادم نمیره همیشه با هم هستش تو فکرام و تو خاطرام. خلاصه من برم کم کم نمیدونم امشب اصلا کلا در مورد چی فکر زدم چی گفتم چی نگفتم کلی حرف بود مخواستم بزنم اصلا یادم رفت مثل همیشه. برای دیگه شما رو میذارم با این آهنگ بیلی میبینم اتون چاکس. بیلی said he's got it figured out again. Billy said he found a way out of the mess.
Billy said the system was corrupt. Billy said the system was corrupt. Billy came from somewhere, Louisiana, went around the world to mend a broken heart. Billy was living for the road. Billy was living for the road. Billy made love to a girl in Iowa, met her in a bar in Des Moines. She was wearing a helmet signed by Elvis that her mama got before the war. For her papa, who never came home, so they sent a flag to her door that she wears like a superhero. First she speeds up through the empty streets that her daddy fought to keep so clean from the monsters hiding overseas, from the monsters streaming on TV. Billy had a dream of flying aeroplanes, cruising through the clouds above the rain. Billy didn't want to drop no atom bomb. Billy just wanted to write a song for a girl he met in Iowa. Billy never saw her face again. Billy never was the same again. And every time he sees another flag, just remembers the story of her dad and the helmet that he never had. Billy, why are you hiding behind the glass? Billy, why are you running from the past? Billy, why are you hiding behind the glass? Billy, why are you running from the past? Billy, why are you running from the past? Billy, why are you running from the past?